محمد حبیبی معلم زندانی سیاسی و از اعضای کانون سلفی معلمان ایران که سال گذشته از زندان آزاد شد در روز جهانی معلم بار دیگر از آموزش و پرورش اخراج شد موضوعی که در شبکه های اجتماعی هم مورد توجه کاربران بود از همین رو در استودیو همراه میشیم با همکارم نوشین خانی تا بیشتر در همین مورد صحبت بکنیم نوشین کاربران دقیقا در این رابطه چی میگن و چه اتفاقی افتاد از دیروز که این اتفاق افتاد کاربرها دارن به شدت این اقدام آموزش و پرورش رو محکوم میکنن و معتقدن که اگر این شخص این معلم اخراج بشه هیچ کس نمیتونه مقام و جایگاه معلمی رو از محمد حبیبی بگیره من یک بخشی از این واکنش‌ها رو انتخاب کردم که مرورشون کنم محمد حبیبی سخنگوی کانون سنفی معلمان تهران برای دومین بار از شغل معلمی اخراج شد وزارت آموزش و پرورش در آستانه روز جهانی معلم به بازخرید اجباری محمد حبیبی رای داد محمد حبیبی پیشتر با اتهاماتی چون تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی به تحمل بیش از ده سال حبس محکوم و اردی بهشت به 1397 به زندان منتقل شده بود اما آبان ماه گذشته آزاد شد. محمد حبیبی دیروز با هشتگ معلم میمانم در توییتی نوشت دیروز از کارگزینی اداره زنگ زدن و گفتن نامه ای از هیئت تجدید نظر تخلفات اداری وزارت خونه داری متن نامه مبنی بر حکم قطعی اخراج و بازخرید از آموزش و پرورش بود در آستانه ی روز جهانی معلم پیغام صریحی است که حاکمیت هر گونه مطالبه گری را تحمل نمی کنه. سعید دهقان وکیل دادگستری میگه اخراج سخنگوی کانون سنفی معلمان از آموزش و پرورش یعنی معلم خوب از نظر نظام آموزشی جمهوری اسلامی معلمیه که ساکت و تسلیم محض باشه همونطور که آموزش و پرورش سالهاست که دیگه رایگان نیست پیگیری حقوق سنفی معلمان هم در این سالها دیگه بیهزینه نیست کاربران شبکه های اجتماعی از این اقدام آموزش و پرورش به شدت انتقاد کردند. زیا نبوی فعال سیاسی نوشته همین چند روز پیش فرهاد میسمی معلم و فعال مدنی از زندان تماس گرفته بود و لابلای گفتگوها در مورد شخصیت متحد اصولی و مؤثر محمد حبیبی حرف زدیم. هر دو تعهدش به کار جمعی رو تحسین می کردیم و قبول داشتیم در سطحی بسیار بالاتر از فضای سیاست روز فعالیت میکنه نبوی در آخر میگه وزارت آموزش و پرورش از چنین سرمایه ای چی میفهمه یکی از کاربرها هم میگه انسانی که انسان ساز باشه و بر مدار حقیقت قدم برداره با زندان و اخراج از خدمت از او تقدیر میکنن چون امنیت با آگاهی و سلامت جامعه به خطر میافته یه کاربر دیگه هم نظرش اینه اینکه جمهوری اسلامی تصور میکنه با اخراج معلم موفق به حذف معلم میشه هم نکته جالبیه این کاربر در آخر میگه معلمی شغل نیست جان من یک وضعیت انسانی پاک نشدنی است کاربر هم با اشاره به اخراج محمد حبیبی نوشته این کار تیشه زدن علنی حکومت به ریشه آموزش و پرورشی است که با همین شیوه عملکرد امنیتی ایدئولوژیک هر روز بیشتر در قهقرا فرو میره و در نهایت هم کاربری نوشت مملکتی که در روز جهانی حقوق بشر جلادی مثل مرتضوی رو تبرئه میکنه در روز جهانی زنان زنان رو بازداشت میکنه در روز کارگر کارگران رو شلاق میزنه و در روز جهانی معلم معلم و سخنگوی سنفی معلمان رو اخراج میکنه اگه خراب شده نیست پس چیه؟ در آخر برمیگردم به فرحناز